می انډول په پام کې ولای دی اخو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د غراوی د کمیټې لخوا د 20 کسیز وړاندې شوی نوملړ په جوړولو کې حکومت مهمه ونډه درلودلې ده. هدې ترڅنګ انتخابات کمیسیون ته د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان هم وسپارل شو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. هدې موضوع په اړه باندې بحث لرو. زما سره په سټوډیو کې د ملي ائتلاف ویان سید اقا فاضل سنچارک صاحب راسره دی. چا تشکر وکړم خوښ سنچارک کې دعوت مو راغلی تاسو استودیو مدن دا ونه کې بیایم برای انتخابات انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخاب تا چه حد امی پروسه برای شما مورد قبول بودن و امی نو نفر کار بایس کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد؟ بسیار تشکر از شما و سلام خدمت بیننده های محترم. ببینید این کاری که صورت گرفت مطابق با قانون و مکانیزم های تعیین شده در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت، اگرچه با بعضی کاسی های همراه بود، از جمله اینکه در ترکیب کمیته گزینش متاسفانه نماینده نهادهای جامعه مدنی حضور نداشت، بعضی مداخلات صورت گرفت، اعمال نفوذهایی شد و یک نوع مسابقه بین مقامات دولتی برای جابجا کردن افراد دلخواه و مورد نظر خود یک سلسله مشکلات و نقایص داشت، اما روی هم رفته ما بر حال استقبال میکنیم از آنچه که نتیجه کار کمیته گزینش و در واقع انتخاب رئیس جمهور بود. شخصیت هایی که انتخاب شدند با توجه به اینکه فرصت ها بسیار کم و محدود است، امیدوار هستیم که این شخصیت ها بتوانند با تجربه گیری از گذشته و پندآموزی از سرنوشت کمیسیون های قبلی و بدنامی هایی که اونا کمایی کردند برای خودشان، اینا به گونه درست و صحیح وظایف و مسئولیت های خود انجام بدن. بله، تا چه وقت این کمیته گزینش 27 نفره که به رئیس جمهور این امر روان کرده بودن 9 نفر انتخاب کرده، تا چه حد این کسا با اساس تجربه و شایستگی به پست آمدن؟ یا به شرط که در بحث خانم که تعادل قومی جد نظر گرفته، وقتی تعادل قومی نظر گرفته شوه چی فکر میکنید که واقعا وجود مسلکی بودن و چیز تا چه حد مورد نظر؟ ببینید متاسفانه فعلا معیارهایی که مطرح است پیش مقامات دولتی و سران قدرت بیشتر در واقع معیارهای قومی، معیارهای سمتی و زبانی و این مسائل ضربه میزنه به ما. اصل شایستگی و لیاقت و توانایی های علمی، حقوقی و مسلکی که البته در میان اقوام مختلف افغانستان افراد حقوقدان، مسلکی و با تجربه وجود دارند که متاسفانه به او توجه نمیشه و کسانی تحت عناوین مسائل قومی تلاش دارند که افراد مربوط به خود در اینجا جابجا بکنند. کاش که اینا ایرا مورد ملاحظه قرار میدادند که از میان همه اقوام بهترین ها را گلچین و گزینش میکردند. یعنی تونست که اقوام فقیر باشند و در میان مثلا اقوام افغانستان چهره خوب پیدا نشود، اما متاسفانه یک پوشش و بهانه و وسیله شده برای تعدادی از سران قدرت که از این وسیله اینا افراد مورد نظر خود در پست های اساس جابجا کنند. به خاطر در ترکیب 9 نفره که برآمده از این پروسه، در این ترکیب هم البته گفته میشه که معیارهای قومی تا چه اندازه در نظر گرفته شده یا نشده که گپ و حدیث های زیادی در موردش وجود داره. به نظر ما مهمی است که افراد آیا از لحاظ توانایی های علمی، حقوقی، تجربه کاری، از لحاظ مسلکی اینا توانمندی ای را دارن که یک پروسه کلان به نام انتخابات مدیریت کنند، رهبری کنند یا نه. چیزی که در این شخصیت ها ما میبینیم هنوز اینا چنین تجربه ندارن و باید ببینیم که میتونن از عهده مسئولیت کلان بر بیان یا نه. به این خاطر هنوز هم در این مورد مسائل وجود داره که پیشا پیش آدم نمیتونه در موردش قضاوت کنه. بله، یکی سر یک موضوع دیگه که مثلا کمیته گزینش اگه بیایم، تا چه حد واقعا به نظر شما کمیته گزینش از تاثیر تیم حاکم یا از تاثیر رئیس جمهور فعلی افغانستان بودن و تا چه حد اینمی نمی 27 نفر که نمایش را برای رئیس جمهور روان کردن، تا چه حد اینا کار مسلکی را انجام دادن؟ متاسفانه کمیته گزینش هم زیر تاثیر گرایش های سلیقه‌ای خود بودن، یک. دو، زیر تاثیر سایه حکومت قرار داشتن. دو،
و حتی در تنظیم لیست ها صحبت های وجود داشت و گزارش های وجود داشت که همواره در حال رایزنی و مشوره با تیم حاکم یا حکومت بودند و اطرافیان رئیس جمهور همواره اعمال نفوذ میکردند و افراد از لیست میکشیدند و افراد را داخل میکردند. یک چنین چیزایی وجود داشت که متاسفانه نبود نماینده از جامعه مدنی. در اول پیشنهاد ما بود که از جریان های سیاسی از اپوزیشن هم یک نماینده در این ترکیب وجود داشته باشه که حداقل یک توازن باشه. به خاطر او را قبول نکردن، در قانون نامد متاسفانه. خیلی ضرور بود که طوری که رئیس جمهور هم برا میگفتن در دیگر کشورهای دموکراتیک همواره جریان حاکم با اپوزیسیون مشورت میکنه. خیلی ضرور بود که در ترکیب کمیته گزینش نماینده اپوزیسیون قرار می داشت، نماینده جامعه مدنی می بود، یک توازن به وجود می آمد و اینا می تونستن افراد خوبی را گلچین کنند. اما این وجود نداشت، جریان در واقع یک جانب حکومتی و دولتی بود، یعنی بار دولت سنگین بود و 100% تقریبا دولتی بود. در قانون با وجود آوردن کمیته گزینش همینطور گفته شده که همینطور کسا باید در کمیته گزینش بیان یا چیز دیگر؟ بله، متاسفانه در قانون فقط امید نفرایی که بود به اضافه نماینده جامعه مدنی آمده، اما نماینده اپوزیسیون نامده در قانون. این پیشنهاد ما بود، متاسفانه به تصویب نرسید و نماینده نهادهای جامعه مدنی هم به خاطر دستاندازی های حکومت و مداخلاتی که حکومت داشت، نهادهای جامعه مدنی موافق نشدن نماینده خود معرفی کنند اونجا. به این خاطر در غیاب نماینده نهادهای جامعه مدنی کاملا کمیته حکومتی و دولتی شد و نتیجه همون چیزی بود که ما شما مشاهده کردیم. این کاسی را متاسفانه داشت که حالا بعضی ها، بعضی نخبگان افغانستان، جریانات سیاسی و بعضی ها در خصوص مشروعیت این پروسه تردید دارن. یعنی یک پروسه که یک عضوش غایب بوده، یک عضوش که نماینده نهادهای جامعه مدنی بوده، آیا میتونه این مشروعیت داشته باشه یا نباشه؟ این هم یک گپیست که به صورت جدی مطرح است. بله، مثلا میشه بعضی اعصاب سیاسی موارد اشاره کردن، اینا گفتن که تیم حاکم اراده سیاسی ندارن، به خاطر برگزار انتخابات آینده اینا کوشش میکنن که اینا سر بعضی موضوعات دیگه اینا کار میکنن، اجماع ملی را پیش میکنن یا بعضی موضوعات دیگه نام برده میشه. حالا این کار که ما شما میبینیم، مثلا این کمیته درباره کمیسیون مستقل انتخابات قوانینش پاس شد، کل موضوعات که ما شما میبینیم تا چر و پلان امنیتی به کمیسیون انتخابات سپرده شد، اینا گفتن که 70 مرکز رای دیرم اینا امنیتش گرفته میتونن، تا چه حال شما به این یقین رسیدین که واقعا حکومت میتونن یا اراده سیاسی دارن که انتخابات این در ایران بسازن؟ خوشبختانه تلاش های وسیع و گسترده که از طرف جریانات سیاسی، جامعه مدنی و جامعه بین المللی صورت گرفت و فشارهای قوی و شدیدی که بالای حکومت وارد شد، حکومت به ناگزیر تن داد به این پروسه. یعنی هیچ راه و مفری نداشت جز اینکه انتخابات برگزار کنه. حالا دلگرمی ها به وجود آمده که انتخابات 100% برگزار میشه. خوشبختانه گام ها و قدم های برداشته شد، از جمله مشخص شدن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و در هفته های آینده اعضای کمیسیون شکایات هم حتما مشخص میشه و پلان امنیتی که از طرف وزارت داخله فرستاده شد به کمیسیون مستقل انتخابات، تمام اینا علائم و نشانه هایی است که ما میریم به طرف برگزاری انتخابات. البته تشویش ها وجود داره، همچنان سر جای خودش باقی است که عمده ترین تشویشی که وجود داره ای است که تلاش حکومت برای کنترل و تسلط بر نهادهای برگزار کننده انتخابات و مسلط شدن به این سازوکارها و مداخله و اعمال نفوذ و سایه انداختن بر کل پروسه و هدایت و رهبری پروسه به نفع خود، این تشویش است که باید تلاش ها به صورت جدی جریان پیدا کند تا از این تلاش حکومت هم جلوگیری شود. بله، و از تجارب طرح گذشته تا چه واقعا از او در انتخابات آینده کار نخواهد صورت گرفته؟ مثلا کمی مکاسی هایی که وجود داشتند در مراکز رایدی وجود گفته میشه که به این راه امنیتی خود افغانستان درگیری صورت می گرفتن، صندوق برده می شود یک جای پر می شود پس می آورد صندوق آورده شد، حتی در بعض موارد گفته میشه که اوجه قماندان ساحه یا ولسوال ساحه صندوق ها را پر می کرد باز به مرکز. تا چه حد واقعا این تجربه در انتخابات آینده باز تکرار نخواهد شد؟ واقعا این سوال بسیار خوبی هم است و یک تشویش و نگرانی جدی طرف های زینف در پروسه انتخابات است
و او مداخله مقامات محلی و زورمندای محلی در پروسه انتخابات است. تجربه های بسیار تلخ و تکان دهنده از گذشته وجود دارد که در بسیاری از ولسوالی ها، از ولایات، از مناطق زیر تاثیر و فشار مقامات محلی صندوق ها پر شده. یعنی رأی مردم، ما شما به عنوان یک شهروند در لاین استاد میشیم و انتظار میکشیم تا یک رأی خود استعمال کنیم، اما کسایی هستند که رأی های کتلوی انبور میارن داخل صندوق میریزن که رأی ما شما گم میشه و خوانده نمیشه. به این خاطر یک تشویش بسیار جدی است و ما در گذشته بارها و بارها هم به حکومت افغانستان، هم به کمیسیون مستقل انتخابات، هم به در گفتگو با جامعه بین المللی این نگرانی و تشویش خود اعلان کردیم و گفتیم که حکومت افغانستان باید تضمین کنه که مقامات محلی، زورمندای محلی در روند برگزار انتخابات مداخله نمیکنن و اونا از نفوذ و قدرت خود سوء استفاده نمیکنن و این تلاش ها ادامه داره. ببینیم که نتیجه چی خواهد شد. و برای شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری شنکسب، یعنی تا حکومت افغانستان خود اونا خود که ما کوشش خود میکنیم، اعضای سیاسی جامعه مدنی تا چند واقعا در باره اینا کار کردن و جامعه جهانی، خاص شما از جامعه جهانی چی هستن که اینا تا چند واقعا اینا میتونن که برای شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان اینا کار کنه؟ البته نقش اساسی را به ارتباط کمیسیون مستقل انتخابات داره و همچنین کمیسیون شکایات که اگر اینا وظیفه خود هم در خصوص تهیه و تنظیم اوراق انتخاباتی، رساندن اوراق، نظارت بر انتخابات و هم در خصوص گزینش کارمندان انتخابات، افراد را انتخاب کنند که و افراد واقعا مسلکی باشه، بی‌طرف باشند، اونا گرایش های سیاسی و حزبی و تنظیمی نداشته باشند، افراد باشه که وظیفه خود به درستی انجام بده، نقش اساسی و اصلی را کمیسیون داره و بعد طبعا جریانات سیاسی و کاندیداها که خودشان باید از طریق مشخص کردن ناظرین و مشاهدین بتونن بر روند انتخابات نظارت کنن و کاملا تحت نظر بگیرن این پروسه را و در پهلویش نهادهای نظارت کننده مانند فیفا، نهادهای مستقلی که است اینا و کمیسیون مستقل حقوق بشر باید به این پروسه نظارت جدی داشته باشن و در پهلوی قضیت نظارت های بین المللی که بسیار مهم است که جامعه بین المللی و ناظرین بین المللی باید پروسه را تحت نظر بگیرن، نظارت بکنن، چرا که انتخابات پیشرو واقعا یک اهمیت استراتژیک و حیاتی داره برای افغانستان، سرنوشت آینده افغانستان تعیین میکنه و برای اولین بار در تاریخ افغانستان ما شما شاهد یک انتقال مسالمت آمیز مشروع سیاسی در کشور خواهد بودیم. پس بنابراین هر اندازه که پروسه سالم باشه، شفاف باشه، به ما اندازه میتونه در ثبات کشور کمک بکنه. بسیار تشکر میکنم شما که سبزی دعوت ما رو پذیرفتید و استودیو آمدید. دوستان تاسو خمد از یافتم نه کوم موضوع چنم په دغه ساته پران کې دغه په باندې بحث وکړو. هم انتخابات کمیشن ته د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان و سپارل شو او دې ترڅنګ خپل د امریکای سره د امنیت تړون د لاسلیک کېدو په باندې په کابل کې د امریکای سفیر ویلي دي چې باید هغه کوم موارد چې افغان حکومت هغه دوی ورته اشاره کوي هغه داس موارد نه لري چې د امنیت تړون لاسلیک کېدل د وزندوی او څومره چې ځکه باید راتون کو دو میاش پورې د امریکای سره امنیتي تړون لاسلیک شي او همدارنګه د پوهنې وزارت په دغه پروګرامونو په اړه باندې بحث وکړو چې دوی هغه سیمو کې چې غلطه یو شمېر ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي دوی هڅه کوي چې د هغوی لپاره ځینې پروګرامونه په لاره باندې واچوي او دوی وتوانېږي چې هغه هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دا مهم موضوعات و درنستانو چې نن په دغه دوه ساعته خپرونه کې د هغې په اړه باندې بحث وکړو. تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې دا دوه ساعته خپرونه تر پایه پورې زما سره ملتیا وکړه. درنستانو اوس هم زما همکاره صدف بنې خبر سټوډیو ته راغلی او غواړي تاسو ته د لسو بجو خبري ټولګه وړاندې کړي. راځئ په ګډه سره یې ملتیا وکړو.